قراره په افغانستان گفتن که ما موافق نمیشیم ما نه ما ایرا نشیدیم که موافق نشدن بله اونا گفتن مذاکرات ما با سرای تنظیم ها به جایی نرسید با کسایی که با جنگ هستن به جایی نرسیدن بله ما دلیلی نیست که اونا خود را پس کشیدن از اینه بله اونا کوشش میکنن که با دیگه مردم داخل تماس شوند حرف بزنن و کوشش های خود ادامه بدن بله اونا یک اظهار ناهنجاری کردن از سران تنظیم ها بله خب بسیار فکر نمی کنم که این مسئله چی باشه مسئله زی باشه که اونا کوشش خود را منقطع بکنن از بله ما امیدوار هستم که ادامه پیدا بکنه بله و ما هم با تمام معنا کوشش های ملل متحده پشتیبانی میکنیم بله تشکر بسیار زیاد ما فکر می کنم که بسیار وقت شما را گرفتم و آخرین سوال ما ایست که با شما معلوم است که اکثر مردم ما در خارج بسیار مدت زیاد است که زندگی میکنن و همه مدت 14-15 سال است که امیدواری از این دارن که به افغانستان از این خود پس برن و متاسفانه همه میبینن که بسیار وضع خراب است آیا شما در این باره چی نظر دارین؟ وضع افغانستان خوب میشه؟ نمیشه؟ چی امیدواری برای از این مردم داده میتونین؟ فعلا وضع افغانستان نهایت مغلق و خراب است در این جای شکی نیست اما این دلیل نیست که ما امید خودمون قطع بکنیم بله شما خبر دارین که بی وطنی چقدر مشکل بله است و هیچ قبول کردن نمیتوانیم که ما یک وقت وطن خود از دست بدیم البته خطرات بسیار زیاد موجود است بله و ما فکر میکنیم که بالاخر دنیا هم متوجه مسائل افغانستان میشه و شما امروز ببینید نارامی افغانستان در تاجیکستان بله گویا سرایت کرده و او باعث شد که روسا پس به سرحدات افغانستان اساکر روان کنند بله شما ببینید این تاثیرات کشمش های داخل افغانستان است که تنها محدود به سرحدات نمیمانه قسمی که پیشتر گفتم بله فردا به یک جای دیگه این نشر میشه گویا مسائل افغانستان منطقه به خطر دچار میسازه بله و یک مسئله است که یقین است که قوت های بزرگ متوجه ازی میشن بله. و بالاخره به افغان ها کوشش میکنن که یک رای پیدا بکنن و ما شخصا مثل بسا اشخاص دیگر یگانه راه صلح در افغانستان تشکیل لویه جرگه و مراجعه با آرای مردم میدانم بله اگر ما موافق میشیم ما افغان ها موافق میشیم و خارجی ها با ما کمک میکنن و ملل متحد ما را پشتیبانی میکنن بله. در همه مراحل ازی که همینطور یک جرگه تشکیل شوه از افغان ها البته بله. جرگی ما انتظار نداشته باشیم که جرگه 100% از قاطبه مردم افغانستان و از آرای ازلا تحت شرایط موجوده نمایندگی میکنن مگر تا حدود امکان بله. در حالت استرار اگر بتوانیم که همینطور یک جرگه دائر کنیم بله. ما افغان ها مقصدیم است و آواز مردم بشنویم و این تنظیم های جهادی هم متقاعد شوند که تا کی کشتن تا کی خراب کردن تا کی برباد کردن افغانستان امیدوار هستیم که خداوند بزرگ هم یک پرتو رحمه به دل های زنا الهیم مستولی بسازه الهیم امیدواریم یک راهی پیدا شود مگر برای ما لازم است و ما با دوستان و برادران و هموطنان خود که بیننده های تلویزیون شماست خطاب میکنم و از اونا خواهش میکنم که کوشش کنند که نفاق و شقاق خود را بله. یک طرف کنند و به گردن یک دیگر نیاویزند که نتیجه ازی بسیار وخیم است و خراب است مثل که در افغانستان نفاق و شقاق است بله. و در بین شما مردم تعلیم یافته و مردم آرام که در غرب به امنیت زندگانی میکنید اگر نفاق بیفته و تفرقه هم روی شما بیفته و این برای افغانستان یک خطر بیشتر تولید میکنه بله لطف بکنین متفق شوین و گرد چند اصل اساسی جمع شوین که در کل شما اتفاق دارین که صلح امنیت است تشکیل لوجرگه برای گرفتن رای مردم است بله. در این چیز باید هیچ کدام شما نفاق نداشته باشین و کل شما باید هم نظر باشین بله. گرد چند اصل اساسی جمع شوین و دست به هم دیگر بتین و شاید شما یک گروه فشار شوین بله. سر کسانی که امروز جنگ میکنن و شما باعث قطع جنگ شوین بله. شما یک قدرت هستین یک قوت هستین و شما مستشیر باشین که شما یک مسئولیت در مقابل ملت و مملکت خود دارید بله. دست به دست بدین قطارهای خود را بسته بکنین بله. و شما یقین کامل است که یک وسیله فشار بالای زمین میشین بله. اونها را تنها نگذارین بله. اونها را تنها نگذارین که چیزی که میخواین بر مملکت بکنن و برای اینکه که درای موفق شوین شما افغانایی که تعداد شما در آلمان زیاد است در امریکا زیاد است و کلی تعلیم یافته ها و مردم مجرب و سیاست مدارا در قطار شماست
اینا اگر دست به هم بتم فکر میکنم که یک موفقیت کلان نصیب ما میشه انشاءالله. بله انشاءالله. بسیار زیاد تشکر. بفرمایید. از صحبتایی که شما کردین بسیار زیاد تشکر و از اینکه ما را موقع دادین که پیش شما آمدیم یک جهان تشکر میکنم. بخوشی. سلام علیکم به همه برسانیم. تشکر لطف میکنیم. یک دنیا تشکر.